همزمان با نزدیک شدن اربعین امام حسین علیه السلام، شمار زیادی از زائران افغانستانی که قصد رفتن به کربلای معلا را دارند از وضع محدودیت‌ها در مرزهای ایران شکایت دارند. آنان میگویند مقام‌های ایرانی گفتند که زائران افغانستانی صرفاً می‌توانند با اتوبوس از مرز اسلام قلعه وارد ایران شوند. جزئیات بیشتر در این زمین را در گزارش همکارم مشاهده بفرمایید. همه ساله در ایام مراسم اربعین امام حسین علیه السلام، هزاران تن از زائران افغانستانی برای شرکت در گرد همایی میلیونی زیارت اربعین در کربلای معلا حضور به هم می‌رسانند. امسال اما با نزدیک شدن اربعین حسینی و رایگان شدن ویزای زیارتی عراق، شمار زیادی از زائران افغانستانی که قصد رفتن به کربلا را دارند از شرایط تازه ایجاد شده از سوی مقام‌های ایرانی در مرزهای این کشور شکایت دارند. به گفته زائران و مسئولان کاروان‌های زیارتی اربعینی، مقامات ایرانی به تازگی گفتند که زائران افغانستانی باید با اتوبوس از افغانستان حرکت کنند، در حالی که با توجه به میزان گسترده زائران و کمبود اتوبوس‌های مسافربری ممکن است آنان از شرکت در مراسم اربعین باز بمانند. روز سه‌شنبه 16 مرداد، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی نیز گفت افغانستانی‌هایی که برای مراسم اربعین عازم عراقند صرفاً از مرز اسلام قلعه وارد ایران شوند. یک مقام استان کرمانشاه ایران هم اعلام کرده که در روزهای اربعین امسال تردد افغانستانی‌ها از مرز خسروی به عراق ممنوع است. همزمان یک مقام پلیس ایران هم گفته در مرزهای این کشور برای مهاجران افغانستانی که دارای کارت آمایش و مدارک دیگرند سند مسافرتی صادر نخواهد شد. در نتیجه افراد مذکور صرفاً در استانهای محل سکونت و از طریق مراجعه به دفاتر کفالت حقیقی و مجازی قادر به ثبت درخواست سند خادم برای سفر زیارتی اربعین به مقصد کشور عراق خواهند بود. مدیر کل اتبا و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفته که تا کنون 25 هزار نفر از زائران افغانستان برای ورود به ایران از طریق مرز اسلام قلعه ثبت نام کردند. او گفته که احتمالاً تعداد زائران افغانستانی که عازم عراقند امسال بیش از 15% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. این محدودیت و شرایط تازه در مرزهای افغانستان با ایران برای رسیدن زائران به عراق در حالی است که پیشتر برخی مقام‌های ایرانی از ایجاد سهولت‌ها برای زائران اربعین امسال خبر داده بودند. زائران و دلباختگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌گویند آنان با وجود مشکلات اقتصادی و فقر گسترده در داخل افغانستان تصمیم گرفتند در مراسم اربعین حضور گسترده داشته باشند، اما مشکلات و موانع در مرزهای ایران، نگرانی ها از تکرار حوادث سالهای گذشته در مرزهای ایران را بیشتر کرده است. گفتنی است این چندمین سالی است که با نزدیک شدن اربعین حسینی، علی‌رغم اظهارات مقام‌های ایرانی برای ایجاد سهولت، هزاران تن از زائران افغانستانی به دلایل مشکلات مرزی ایران از شرکت در مراسم بزرگ اربعین باز می‌مانند. بر اساس برخی گزارش‌ها امسال احتمالاً بیش از 40,000 زائر افغانستانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی عازم کربلای معلا شوند. از دکتر باقر سعیر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی دینی از کابل، پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای سعیر، سلام و عرض ادب دارم خدمتون. آقای سعیر، در حالی که امسال کشور عراق ویزا را برای زائران افغانستانی رایگان اعلام کرده، وضع محدودیت و شرایط جدید مرزی از سوی ایران به چه معناست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله،
و به دلایل مختلف سالهای سال مردم افغانستان با وجود مشکلات و چالش ها خوش شیعان افغانستان قادر به آمدن به زیارت در بین و ویژه نبودن. با توجه به تشکیلاتی که در سالهای اخیر برای همه کشورها به ویژه و شیعان افغانستان و مردم افغانستان از طرف هم جمهوری ایران و هم جمهوری اسلامی ایران مهیا شده بود، علاقه فراوانی در میان شیعان افغانستان شکل گرفته بود و زمین سازی لازمه هم تصفان صورت نگرفت. در همه سالهای گذشته که از سال 95 شد تا با این سال، زائران افغانستانی، قسمت عمده زائران افغانستانی متاسفانه در برنامه اربعینی و در اصل برنامه اربعینی که حضور میلیونی شیعان و دلباختگان با حسین از سراسر جهان هست که متاسفانه حضور پیدا نکردند. چالش های اداری زیادی وجود داره و کماکان متاسفانه تا به حالا وجود دارد. نبود نمایندگی سیاسی و کنسولگری عراق در افغانستان، چالش ها و مشکلات که در مرزهای ایران داریم و از طرف دیگر متاسفانه فضای تعصب آمیزی که در داخل افغانستان و نسبت به حاکمیت فعلی وجود دارد. همه اینها دوستان از کم میده که ظاهر افغانستانی با چالش بسیار بزرگی مواجه شدند. تصمیم جدید هم در تداوم اون چالش هاست. شما میدانید اکثریت ظاهران افغانستانی کسان هستند که مسن هستند و سن بلند دارند و در سن بلند استفاده از ترانسپورت زمینی و آمدن از طریق اتوبوس با توجه به اینکه در داخل افغانستان متاسفانه چالش های بسیار زیاد ترانسپورتی وجود دارند و قرار دادن یک مرز صرفا مرز زمینی اسلام قلعه به خاطر تردد به ورود زائران افغانستانی این مشکلات را بیشتر میکنه. ما بدون که مسئولیت دامتیران با اینکه در قسمت ایجاد تصیلات را ایجاد کردن، در قسمت تردد و نوعیت تردد هم تصیلات را ایجاد کنند تا این زائرین مجموع افغانستان که از قرا و قصبات و از دهات و از جاهای فوق العاده دور افغانستان عازم زیارت در عبدالله حسین میشه. شما میدانید و اون مرز اسلام قلعه و از نظام فقط واسطه اوتوبوس باشد. شما فکر کنید با چه چالش بسیار بزرگ مواجه میشه در ظاهر مثلا 80 ساله و 50 ساله ارمانی. ما امیدوار هستیم این چالش برداشته شود. آقای سعید، بله آقای سعید، با توجه به مشکلات و موانع مرزی در سالهای گذشته، وضع محدودیت‌های جدید تا چه اندازه بر میزان حضور زائران افغانستانی در اربعین تأثیر گذاره؟ بفرمایید. می‌دانید وقتی زائر که از اطراف خصوصا مناطق مرکزی افغانستان یا از نقاط دیگه افغانستان علاقه داره و عشق داره و محبت داره می‌خواد که عازم شود، وقتی تصمیمات محدودیت انگیز و محدودیت‌آور بشنوند، فکر کنم در قسمت تصمیم خود و در قسمت نوعیت ترددی که برایشان تعیین شده با چالش بسیار کلان مواجه میشه، هم از نظر روانی و هم از نظر ترتیبات مالیش. از نظر روانی شما میدونید از یک طرف او عشق و محبت و علاقه فراوانی که نسبت به زیارت اربعین و زیارت عبدالله حسین داره و از این طرف تصمیم محدودیت آور خب در یک حالت بسیار چالش روانی فرد قرار میده و اصل ولوله و اصل داخل در این در خواست های سال داشته
حضور داشته باشیم. اگر کسی واقعا میخواد که حضور میلیونی عاشقان عبدالله حسین را درک کنه، انشاءالله آقای دکتر. آی دکتر ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر باقر سعیر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی دینی از کابل که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.